محمد رحیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند که هر کس بین هر کس در جمعه سوره کهف رو سوره مبارکه کهف رو بخونه تا جمعه بعد براش یک نوری میذاره خداوند بین دو جمعه نوری خداوند همراه میکنه با این انسان اون چی باشه که الله جل جلاله هو از طرف الله باشه و نور باشه در اهمیت سوره ای کف حدیث دیگه ایم از حضرت محمد داریم صلی الله علیه و علی آله سلام که فرمودند که هرکس ده آیه اول و در حدیث دیگه اومده در ده آیه آخر از این سوره رو حفظ کنه از فتنه دجال در امان میمونه دجال میدونید که یک فتنه عظیمی درست میکنه چرا این سوره اینقدر اهمیت داره خود خداوند جل جلاله اول سوره میفرماد الحمدلله الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا از اول چیز شروع میکنه به تعریف از کتابش الحمد لله الذي انزل الكتاب یعنی سوره اینقدر مهمه که خداوند هم ما رو میگه که با الحمد لله شروع کنید این سوره رو و میدونید که الحمد لله ای کلمه عظیمی است قرآن با الحمد لله شروع شده بعد از بسم الله الرحمن و افضل دعا هستش یعنی هم دعاست و هم بهترین دعاست و هم شکرم هست و انسان برای دعا عبادت و انسان برای عبادت خلق شده یعنی کلمه عظیم است هر حال ما حالا نه صحبت ما از سوره کفه نه سوره ما نه منظور ما از الحمدلله است منظور این است که در این سوره چیزهایی هست که اونها اینقدر عظیم هست اینقدر بزرگه که این سوره اینقدر مهم شده حالا من همه چیزی که تو این توی این سوره نمیتونم بگم روز در جمعه در دوشنبه در برنامه خانه انکه بود دوشنبه پیش دیدید شنیدید یکی دیگر از عجایب این سوره رو امروز الان میخوام فقط اون به اون داستان اشاره کنم که حضرت موسا در پی اون بنده ساله خدا رفت تا ازش علم بیاموزه و وقتی که با این بنده ساله روبرو شد که حالا به قول میگن حضرت بود ایشون گفت که آقا با من که میای باید که سوال نکنی من هر کاری انجام میدم شما سوال نکنی داستان معروفیه دیگه و گفت باشه چشم باش همراه شد اول یک سوار کشتی شدم باز این کشتی رو سوراخ کرد حضرت موسا تعجب کرد که آقا به همه ولی ساله گفت که چرا کشتی رو سراخ میکنه آخر مردم بابا کمک کرده خب سایبان کشتی که کشتی سوراخ میشده حتما ناراحت میشدن کار شری بود دیگه کشتی که سراخ میشه خب قرق میشه یا از کار میفته تا تعمیرش کنن و باز رو یک بچه رو کشت او از این کار بزرگتر تعجب کرد گفت که عجب کار عجیبی کردی تو بچه بیگونا رو کشتی باز جلوتر رفت ولی ساله به حضرت موسی علیه السلام اختار داد که گفته بودم که با من نپرس از من تا من خودم بدنا بگم جلو رفت مردم دهی بهش غذا ندادن آب ندادن ولی با این وجود یک دیوار خراب رو درست کرد اینم تعجب کرد که این چه کاریه باز اون داستان رو برش گفت داستان رو حضرت خضر برای حضرت موسی گفت که علت چی بوده گفت آقا اون کشتی اولی اینجوریه که درسته که من سوراخش کردم اما در حقیقت به اونا کمک کردم چون که پادشاهی در اونجا بود ظالم به کشتی های خوب رو میگرفت به بیگاری یا بر خودش برمی داشت خب دیدین کشتی سوراخ ولش کرد خب اینا یک سوراخ رو تعمیر میکنن کشتی از خودشون میشه اما اون بچه که من کشتم دیگه اون دیگه چرا بچه مگه میشه عوض بشه گفت بله این بچه در تقدیرش بود این ناساله میشه من این رو کشتم به امر رب و خداوند به اونا بچه بهتر میده اون پدر مادری صالح بودن این خب هم به فعاله اگر کسی غیب بدونه که این بنده ساله امر از الله داشت خب این هم به نفع بچه شد هم به نفع پدر مادر شد خداوند بهش بچه دیگه داد و این بچه هم بهشت رفت دیگه چون در کودکی مرد چون که ببین سال بودن پدر مادر به بچه ها میرسه داستان سوم هم پدرش ساله بود و کان ابو هما ساله ها که دیواری که درست کرد گفت مال یتیم دو تا یتیمه پدرشون ساله بوده من خدمت کردم که گنج زیر این دیوار است که خ... داستانش مشهور دیگه حالا من اینطور بریده بریده میگم یه گنج زیر دیواره من داشت خراب میشد دیوار اون گنج معلوم میشد من دیوار رو درست کردم تا این بچه ها بزرگ بشن و گنج بگیرن چون که پدرشان صالح بود اینم یکی از درس های عظیمه سوره کهفه که, که حالا بحث امروز ما نیست که پدر صالح باشه میده و آقا پول بر بچهاش جمع میکنه حروم و نمیدونم و هر کلک و دوز کلکی میزنه تا پول جمع کنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه بچه من آیندهش مطمئن باشه اما نمیدونه که عمل صالح است که آینده رو مطمئن میکنه و حالا یک درس خیلی بزرگ است بازم تو همین سوره بزرگ است ولیکن حالا موضوع بحث ما نیست موضوع بحث این است که چه بسا انسان چیزایی رو فکر میکنه که اون ضرر داره و میتونه به نفع انسان باشه و این اون حرفی است که میخوام امروز بزنم پس حوادث بد میتونن خوب باشن به شرطی که انسان علم داشته باشه به شرطی که انسان بدون خدا برای مؤمن خیر میخواد روزی پیامبر خندیدند پیش صحابه خود این حدیث در مسلم هست و در قسمتش در مسند احمد است مسلم خلاصه و مسند احمد مفصل حضرت پیامبر خندیدن و صحابه نشسته بودن گو از من نمیپرسید که چرا میخندم گفتن یا رسول الله چرا خندیدی فرمود که من تعجب کردم از کار مؤمن هر چیزش خیره و این برای هیچ کس نیست غیر از مؤمن اگر به ضرر برسه صبر میکنه و اگر براش خوبی برسه شکر میکنه شکر که کنه خیر براش است صبر که کنه خیر براش است این یک درس خیلی بزرگیه این باعث میشه که انسان در زندگی هر زن به حضورتون که ناراحت نشه البته ما نمیگیم که ما نمیگیم که ما باید خود رو از بدی حفظ نکنیم بلکه باید حفظ کنیم احادیث زیادی داریم ما که اگر انسان مثال این دعا رو بخونه این دعا رو لطفا نشون بدید این دعا رو بخونه صبح شب سه بار بسم الله لذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم این دعاره انسان اگر سه بار بخونه بهشی هیچ ضرر نمیرسه این دعا اگر سه بار بخونه به هیچ ضرر نمیرسه من درباره این دعا یک داستان جالب دارم که اتفاقا اخیرا اتفاق افتاد خب این رو حدیث اصل اینجوری است که ابان ابن عثمان ابن عفان رضی الله عنهما پسر حضرت عثمان راوی این حدیثه گفته که پدر من از پیغمبر خدا نقل کرده که هرگه صبح و شب سه بار این دعا رو بخونه بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم سه بار بخونه صبح و شب هیچی بهش ضرر نمیرسونه کسی که این حدیث رو از حضرت ابان ابن عثمان شنیده از پسر حضرت عثمان شنیده نگاه کرده به دستش به بدنش چون که بدن حضرت ابان شل شده بوده فقیه بزرگی است از تابعین هستش حضرت پیامبر ندید جای بدن شل بوده یک طرفش نگاه میکرد که یعنی چطور این حدیث هم بلد بودی و بدن شل شده این در جوانی هم نشده یعنی مثلا بزرگ شده شل فلج گرفته ابان بهش گفت که فلانی چرا به دست من نگاه میکنی چرا به دست من نگاه میکنی اون روزی که من به این مرض فلج منو زد اون روز من این دعا رو نخونده بودم تقدیر خدا بود که این دعا رو نخونم تا تقدیر الله جل جلاله جاری بشه یعنی گفت من حرفی که میذارم دروغ نگفتم این فرموده پیامبر است چند وقت بیش این حدیث بر من هیچ چیز جالبی توش هست وقت زیادم ازش نمیگذره در گروهی که بعضی از آشنایان و فامیلان و دوستان و فرزندان خودم هستن یک پسرم نوشت که آقا هر کسی این دعا رو بخونه من زمانت میکنم که بهش هیچ ضرر نرسیم همین دعایی که حضرت پیانبر فرمودن یکی گفت تو چجوری زمانت میکنی؟ میگه برای اینکه وقتی من این حدیث خوندم اومدم آزمایش کردم با خودم گفتم من این نمیخونم ببینم به سر من بلا میاد یعنی جوان است دیگه میگه جوانی شعبه از دیوانگی همینه اومده حدیث رو آزمایش کرده این در جایی از من... در... در... پیش من نیست در سر. جایی در شهر دیگری است پولی از من میخواست من این پول رو میخواستم توسط به بانک برش بفرستم گفت نه توسط فلان کس دستی برم بفرست داره میاد پاشه گفتم فلان کس خانومی بود که به صلاح با بچه های سفر می‌کرد و توی هواپیما با خاطر اینکه زن تنها بود با بچه کوچیک داشت درخواست کرد که به من فامیلی سیت بدید یعنی سندلی بدید که به اصلا فقط فامیل باشه اون دیگه قانون هواپیماست برایش دادن کنارش کسی ننشست هواپیما جای خالی داشت دیگه یک نفر زن تنها که با بچه با مسافرت کنه خسته میشه تو هواپیما خوابش میبره یه خانمی اومد کنارش نشست و این خوابش برد کیفش باز کرد پولش برداشت که همین پوله همین پسر ما شازده پسر ما بود که وقتی به اونجا رسید که پول از من گم شده دیگه تاوان نداره دیگه چون که مسئولیت قبول نکرده بوده باز این میگه که من زمانت میکنم کسی که این دوها رو بخونه زرر برش نمیاد چون که من نخوندم سر من همون روز میگه زرر اومد و جالبه زرر تو آسمون اومد زرر تو آسمان اومد چرا که ببینید دوباره اینو دوباره نگاه کنید بیارید این رو بسم الله الذي لا یذر رو ما اسمه شیء فل ارض ولا فی السماء به نام خدایی که ضرر نمیرسه با اسم او ضرر نمیتونه بزنه با اسم او چیزی نه در زمین و نه در آسمان یعنی از آسمان هم بلا میشه و هو السمیع العلیم او دانا و شنواست یعنی شنیده این دعای ما رو و داناست با حال دنیا که اون خانم میخواد بشینه کنار این مادر و پولش بدزده این بسم الله خیلی چیز بزرگی است شما پیش این مردمی که سه بار باید بخونید صبح شب پیش این مردمی که مثال مردم درست هستن اگر مردم اخو هستن کسایی که جنها رو خارج میکنن شالاتانن یه ایده هم هستن که درستن بلدن جز جز, جز سنت کاری دیگه نمیکنن اینا میگن که آقا در هر میخواید که از شر شیاطین در امان باشی هر چی می دست میزنی بسم الله بگو تا اون جایی که میتونی بسم الله بسم الله خیلی اسم الله اسم خیلی عظیمیست است آیا اون حدیث کارت نشنیدید یک نفر در روز قیامت گناهاشو میذارن توی طرف ترازو این میبینه میگه دیگه هلاک شدم هلاک شدم هلاک شدم همینطور گناه رو پشت سرم انبار میشه خب اون طرف ترازو سبکه این دیگه میگه من دیگه هلاک شدم میگه نه به تو ظلم نمیشه صبر کن یه چیزی مونده کارتی نازل میشه که در اون لا اله الا الله نوشته شده اسم الله نوشته شده که این انسان معتقد است به الله خدایی که غیر از او الهی دیگه نیست این شرک خیلی شما همینه این میگه این کارت چی میتونه بکنه حدیث صحیحه این کارت که میاد سر و در اعمال که این نوشته میشه میشینه این ترازی ورش پایین میره و همه اون گناه ها بالا میره یعنی بهشتی میشه اسم الله خیلی مهمه و این حالا دیگه تجربه تلخه پسر ماست ما اما حدیث پیامبر یادتون بیاد چه میفرماد؟ میگه تحجیب میکنم از کار مومن هر چیزش خیره اگه خوشی بهش برسه میگه شکر خدا اگه ضرر بهش برسه صبر میکنه صبر یعنی چی؟ یعنی از چارچوب قانون دین خارج نمیشه میگه ها تقدیر من این بود صبر میکنم کار غلط هم نمیکنه زاری هم نمیکنه تو سر کله خودش هم نمیزنه دزدی هم خودش نمیکنه صبر میکنه خودش کار خلاف نمیکنه ببینید در حدیث هست کسی که ولی دم است یعنی کسی یک... یکی از مثلا برادرش کشتن این ولی دخونه اونه میاد که انتقام بگیره اگه اسراف نکنه ظلم نکنه خداوند بهش کمک میکنه متوجه هستید در هر جا انسان تقوا کنه خدا بهش کمک میکنه خب حالا این پولش ای که دزدیده این که باید از دیگری ندزده صبر میکنه و اینم براش خیره حالا خیری در اینجا برای آدم چیه که ای پول خیلی نیازم داشته همون روزم هم ازش گم شده و پول کوچکی هم نبوده مال دو سه نفر دیگه هم غیر از این بوده که مسئولش همه این بوده اونا که نگفته بودن که دستی بفرست پول اونا هم داده خب خیرش چیه من به شما میگم یعنی من حالا حاضر هستم که اون ایمان رو پیدا کنم اینقدر ضرر من بدم چرا اومده خدا رو آزمایش کرده حدیث آزمایش کرده اولش فهمیده همون روز خدا دوستش داشته همون روز نشونش داده و این تا آخر عمر دیگه ول نمیکنه این پیامبر میگه من تعجب میکنم از امر مؤمن همینه تا آخر عمر دیگه ول نمیکنه این دعا رو خدا میدونه چقدر ضرر دیگه توی آسمونا هست میخواد سرش نازل بشه تو زمین هست میخواد سرش نازل بشه با این دعا اگر بخونه ازش دور میشه پس این توجه داشته باشید که هر بدی خیر ما نمیدونیم چه بسا بدی هایی که الان تو این داستان سوره کف واقعا ظاهرا کشتی در حال غرق شده میگه فلانی کشتیش غرق شده کشتی که سوراخ میشه ممکنه غرق بشه ولی باز خیر بوده بچه انسان بمیره از او بدتر چیزی هست ولی میتونه خیر باشه لذا این نکته خیلی مهمه در زندگی که در شکر در نعمت شکر کنیم و در زحمت صبر کنیم ما الان برعکس میکنیم اگه خدا به ما نعمت بده مثال میخوام عروسی کنیم اون بدترین کارا رو کنیم تو عروسی اسراف میکنیم نمیدونم چی 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 چه خودتون میدونید دیگه چیز منکر نیست و عروسی خود میاریم در حال که نعمت اومده عوضی که شکر کنیم این شکره و در جای دیگه اگه سر کس، کسی سر ما کلا گذاشت عوضی که صبر کنیم ما میریم سر میگیم برو دنیا جنگله سر دو نفر دیگه کلا میذاریم به ما چه میگه؟ همین دنیاست دیگه اونا که زرنگی میکنه. ما هم به سر کسی دیگه زرنگی میکنیم طبعا این درست خلافه و ما, ما اسممون مؤمن است اما خلاف عمل میکنیم خدا به من و شما رحم کنه الله حافظ و نگهدار همه شما